سلام خدمت همه دوستان و حضار محترم و تشکر از انجمن حسابداران خبره به ویژه اعضای شورای عالی و دبیرکل که منو به این همایش دعوت کردند. امیدوارم که بتونم بحث مفیدی رو ارائه بدم. من وارد بحث جزئیات فساد تقلب پولشویی نمیشم چون دوستان دیگه هم سخنرانی دارن و اونا احتمالاً این مسائل مطرح خواهند کرد. من راجع به کلیات قضیه در خدمتتون خواهم بود. فساد و انواع آن چیست؟ فساد از ریشه فسد به معنی جلوگیری از انجام اعمال درست و سالم است. لذا به هر پدیده‌ای که مجموعه ای را از اهداف و کارکردهای درست خود باز دارد فساد می‌گویند. اما در تعریف بین‌المللی فساد عبارت است از سوء استفاده از امکانات عمومی برای نفع شخصی یا گروهی. در رفتارهای مفسدانه فرد از اختیارات و امکاناتی که با توجه به مقام منصب به او داده شده سوء استفاده کرده و از طریق آنها به دنبال منافع شخصی است. بر اساس این تعریف مواردی چون رشوه گرفتن، اخاذی، کلاهبرداری، اختلاس، خویشاوند گماری، پارتی بازی و اعمال نفوذ بر دیگران، تقلب، پولشویی و سایر موارد همگی از مصادیق فساد به شمار می آیند. از فساد غالبا به عنوان یک بیماری شدید نام برده می شود که همچون ویروسی پایدار به طور بیرحمانه از یک سازمان به سازمان دیگر و از یک نهاد به نهاد دیگر سرایت و سلامت اجتماعی اقتصادی جامعه را از بین میبرد. در سالهای اخیر توجه و حساسیت‌های مجامع ملی و بین‌المللی نسبت به مسئله فساد رشد روزافزونی یافته است. اکنون کارشناسان و سیاستگزاران عرصه‌های اجتماعی اقتصادی به این نتیجه رسیدند که فساد به پدیده‌ای فراگیر و سازمان یافته تبدیل شده به نوعی که نه فقط در کشورهای فقیر یا در حال توسعه بلکه در کشورهای توسعه یافته نیز موارد متعدد فساد مالی اداری بیشتر شده است، به طوری که حتی بخش‌های غیر انتفاعی و مؤسسات خیریه را نیز در بر گرفته است. برای نمونه فعالیت‌های مشترک مالی کلیسای ایتالیا و مافیا که در فیلم پدرخوانده 3 بخش‌هایی از آن افشا شد و در کشور خود ما نیز این گونه مؤسسات با ظاهر مذهبی عملاً یار غار مافیا و اولیگارش‌های فاسد شدند. بر اساس آخرین آمار منتشر شده توسط سازمان شفافیت بین‌الملل از وضعیت ادراک از فساد کشورهای جهان در سال 2022 کشور ایران در رتبه 147 از 180 قرار دارد. امتیاز ایران در این شاخص 25 بوده است. از لحاظ رده‌بندی شاخص فساد این نهاد بین‌المللی به کشورها امتیازی از 0 تا 100 می‌دهد و هرچه امتیاز بالاتر باشد کشور از لحاظ شفافیت وضعیت بهتری دارد. ایران در سال گذشته در میان فاسدترین کشورها قرار گرفت. آرشیو گزارش‌های این نهاد بین‌المللی نشان می‌دهد که امتیاز ایران از 25 در سال 2013 با رشد متواری تا سال 2016 به 30 افزایش یافته، اما از آن بعد دوباره سر نزولی گرفته و طی سالهای 2020 تا 2023 بر روی عدد 25 ثابت مانده است و تغییری نکرده است. شاخص ادراک از فساد یا Corruption Percentage Index به عنوان شاخص ترکیبی برای سنجش ادراک فساد در بخش دولتی در کشورهای مختلف سراسر جهان از سال 1995 توسط مهمترین و بزرگترین سازمان مردم نهاد بین‌المللی یعنی سازمان شفافیت بین‌المللی یا Transparency International Organization در حوزه مبارزه با فساد به صورت سالانه تهیه شده و منتشر می‌گردد. شاخص CPI دقت کنید فساد را اندازه‌گیری نمی‌کند، چرا که فساد پدیده‌ای پنهان است و وقوع آن به سادگی قابل شمارش یا اندازه‌گیری نیست. شاخص CPI صرفاً ادراک عمومی از فساد را اندازه‌گیری می‌کند. گاهی ادراک از فساد بیشتر از واقعیت موجود است و گاهی نیز کمتر از آن. این بستگی به شفافیت موجود در هر کشور دارد. اینم آمار در واقع رتبه‌بندی ایرانه که بعد بهش مراجعه کنید. این شاخص تورم دیگه بالا پایین میره. اینم وضعیت ایران در شاخص ادراک از فساد در سال‌های گذشته است. اما تقلب بر اساس استاندارد شماره 240 تقلب عبارت است از هر گونه اقدام عمدی یا فریبکارانه یک یا چند نفر از مدیران، کارکنان یا اشخاص ثالث برای برخورداری از مزیتی ناروا یا غیرقانونی
هر چند تقلب یک مفهوم قانونی گسترده دارد، اما آنچه به حسابرس مربوط می شود اقدامات متقلبانه است که به تعریف با اهمیت در صورتهای مالی می انجامد. هدف برخی از تقلبات ممکن است تعریف صورتهای مالی نباشد، مثل پورشویی. حسابرسان درباره وقوع تقلب قضاوت حقوقی نمی کنند. تقلبی که با دخالت مدیران صورت میگیره بهش میگن تقلب مدیران، اونایی که با تقلب کارکنان است تقلب کارکنان، ممکنم ترکیبی از هر دو باشه. بند 13 همین استاندارد درباره محدودیت های زادی حسابرسی تصریح داره که حسابرس نمیتواند اطمینان قطعی حاصل کند که تعریف های با اهمیت در صورت های مالی کشف خواهد شد. حسابرسی حتی اگر طبق استانداردهای حسابرسی برنامه ریزی و اجرا شود، باز هم به دلیل محدودیت‌های ذاتی حسابرسی این خطر اجتناب ناپذیر وجود دارد که برخی تعریف‌های با اهمیت صورت‌های مالی کشف نشود. حسابرسی به دلیل عواملی مانند به کارگیری قضاوت، استفاده از رسیدگی‌های نمونه‌ای، محدودیت‌های ذاتی سیستم کنترل داخلی و این واقعیت که بیشتر شواهد در دسترس حسابرس ماهیت متقاعد کننده دارد نه قطعی، کشف همه تعریف‌های با اهمیت را تضمین نمی‌کند. به همین دلایل حسابرس می‌تواند تنها از کشف تعریف‌های با اهمیت در صورت‌های مالی اطمینان معقولی به دست آورد که همینش هم در بسیاری جاها وجود نداره. پولشویی چی اما؟ مونی لاندرینگ، تبدیل وجوه حاصل از اعمال خلاف و فساد به دارایی های به ظاهر مشروع است. در فرایند پولشویی پول حاصل از اقدامات غیرقانونی تبدیل به پول یا ثروتی می شود که در ظاهر از راه های قانونی به دست آمده است و به این طریق پول شسته شده یا پول تمیز وارد اقتصاد می شود. پولشویی از جمله جرائم سازمان یافته یا کریمینال ارگنایز به شمار می رود و ایران در صدر کشورهای پر ریسک از نظر پولشویی قرار دارد. اما رابطه پولشویی و تقلب چی؟ نقطه اتصال پولشویی و تقلب آنجاست که پولشویی اغلب به عنوان وسیله‌ای برای پنهان کردن عواید حاصل از فعالیت‌های متقلبانه استفاده می‌شود. در واقع پولشویی شامل عواید متقلبانه است، زیرا پولشویی فرایندی است که باعث می‌شود پولی که به طور قانونی به دست آمده مشروع به نظر برسد. به همین علت پنهان کردن منشأ وجوه ناشی از فعالیت‌های پولشویی مصداق واقعی تقلب به شمار می‌رود، زیرا پولشویی مکانیزمی را فراهم می‌کند تا این وجوه را به سیستم مالی قانونی معرفی کند و در این حال منبع واقعی آنها را پنهان کند. ویژگی تقلب و پولشویی آن است که همیشه با تبانی، یعنی تعدد دست‌اندرکاران همراه است. به همین علت احتمال لو رفتن پولشویی و تقلب بیش از احتمال کشفشه. فساد، پولشویی و تقلب به گونه‌ای با هم مرتبط هستند که پولشویی به عنوان یک فرایند بهره برداری از فساد و تقلب به افراد یا سازمان‌ها که در فساد و تقلبات مالی اقتصادی درگیر هستند امکان می‌دهد تا منابع غیرقانونی خود را پنهان کنند و از آنها به صورت قانونی بهره مند شوند. بررسی ها نشان داده که تولید فساد از طریق فرایند قانونگذاری در ایران شکل گرفته است. ابزارهای نوین فساد، تقلب، پولشویی در اقتصاد دیجیتالی کدامند؟ بلاکچین و رمز ارزها امروز به عنوان ابزار اصلی استفاده از پولشویی و فساد به کار برده میشن. من وارد ریزش نمیشم، فقط بدونید که چون بلاکچین و رمز ارزها با کارت شناسایی همراه نیست، عواملی که در واقع در فساد تقلب هستن سعی میکنن از خرید ورود به سایت از طریق ورود به رمز ارزها منابع مالیشون رو پنهان کنن. استفاده از هوش مصنوعی میکنن آقایون. یادتون باشه هر ابزاری که بشر تولید میکنه دوگونه است، یعنی هم کاربرد درست داره هم کاربرد غلط داره. الان آقایون متقلبان، پولشویان از هوش مصنوعی برای تولید اسناد اعتباری و کارت هویتی جعلی یا آنونیمیت برای انجام معاملات به کار بردن، تصویربرداری قلابی میکنن، تولید صدای افراد برای فریبکاری که در دو سه هفته پیش دیدید که صدای یکی از گوینده‌های معروف بی بی سی رو در مورد غزه جعل کردن، در واقع تقلید کردن و روی سایت گذاشتن و اصلا ریخ به هم اوضاع.
تولید محتوای جعلی میکنن، تقلب در شبکه‌های اجتماعی، تقلب در تحلیل داده‌ها، افراد یا نرم افزارهای باجگیر یا باج افزار به جای حاجی باجی های قدیم اومدن. آنانومیت به معنای عدم افشای هویت یا اطلاعات شخصی فرد است. وقتی در یک موقعیت آنانومی شما با اطلاعات شما به طور مستقیم تحت پوشش نگه داشته می شود، دیگران نمی توانند به راحتی شما را شناسایی کنند یا به اطلاعات شما دسترسی پیدا کنند. اما راهکارهای مبارزه با فساد، تقلب، پولشویی. فساد نهادینه شده یا سیستمی یا سیستماتیک کراپشن یا فساد بومی، فسادی است که عمدتاً به دلیل ضعف یک حکومت یا سازمان یا یک فرایند به وجود آمده و معمولاً با مقامات مسئول که در داخل سیستم فاسد عمل می‌کنند در هماهنگی است. عوامل موجد، مشوق و مروج این گونه فساد عبارتند از تعارض منافع، کاربرد اختیاری قدرت، یعنی در یه جا قدرت به کار ببرید در جای دیگه به کار نبرید، انحصار قدرت، نبود حسابدهی مسئولان، عدم شفافیت، دستمزدهای پایین، وجود فرهنگ عدم مجازات و سیستم قضایی فاسد. در این جوامع فساد به جای استثناء یک قاعده است. محققان بین فساد سیستمی مرکزیت دار و فساد سیستمی بدون مرکزیت، بستگی به اینکه در چه سطحی از دولت وقوع یافته باشد، تفاوت قائل می شوند. در ممالکی نظیر جمهوری های مستقل بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی یا کشورهای نظیر ایران، پاکستان، عراق، مصر، هر دو گونه از فساد مشهود هستند. تحقیقات گسترده نهادهای بین‌المللی مبارزه با فساد و سازمان شفافسازی نشان داده که رابطه زیر بیانگر ساختاری فساده. یعنی میزان فساد مساوی با انحصار به اضافه قدرت تصمیم گیری، منهای شفافیت و اخلاق. اگه تو پرانتز هر چی بیشتر بره بالا، این بار فساد کمتر میشه. برعکس، هر چه قدرت تصمیم گیری انحصار بره بالا، فساد بیشتره. فساد و تقلب پولشویی ریشه‌کن نمیشن، بلکه برای مهار و کنترل آن باید اقتصاد رانتی و هر آنچه در آن رانت و ویژه‌خواری است را برچید. برگماری مسئولان بخش‌های دولتی و عمومی باید مرمبنای شایسته سالاری متضمن دانش مهارت کاربردی صورت بگیره تا بتونیم با فساد مبارزه کنیم. برقراری شفاف سازی و مطبوعات و رسانه‌های آزاد و اجرای قانون شیپورزنی ویستربلوئر. ما در ایران دو سال پیش کلیات قانونی رو در واقع مجلس تصویب کرد، ولی متأسفانه عملا اجرا نشد هنوز. یعنی باید مطبوعات، افراد آزاد باشن، فساد تو بوخ کنن، یعنی فساد رو علنی کنن، فساد رو افشا کنن تا مفسدین بترسن که در سیف سایت قرار بگیرن. ایجاد قوه قضاییه مستقل و عمومی کردن فعالیت حسابرسی در همه امور جامعه بر مبنای حسابدهی مسئولان. تا زمانی که ما پاسخگویی نداشته باشیم، حسابدهی نباشه، حسابرسی صورت نگیره، نمیتونیم بفهمیم در کجا کار درست انجام شده، در کجا کار درست انجام نشده. آموزش‌های نوین کاربردی مبارزه با فساد، تقلب، پولشویی از طریق تسلط حسابرسان، حسابداران و مأموران بازرسی نهادهای نظارتی بلاکچین، کلاد، تحلیل داده‌ها، زبان انگلیسی و تولید نرم‌افزارهای خاص نظارتی در جهان پیشرفته. نظارت بر فساد و پولشویی دیگه به صورت سنتی و دستی نیست، بلکه عملا از طریق ایجاد تولید نرم افزارهای وسیع اینا رو در واقع کنترل میکنند. امیدوارم که این براتون قابل استفاده بوده باشه.